افغانستان به کدام سو روان است؟ 14 روز از تصمیم لوی جرگه و 11 روز از امضای فرمان رئیس جمهور در مورد رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان که مانع اصلی بر سر راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی پنداشته می شوند می گذرد. ولی هنوز هم 320 زندانی از جمله 400 تن آزاد نشدند. جنگ نیز در بخش‌های کشور به شمول کابل به شکل بی‌رویه افزایش یافته و صاحب بر حکومت افغانستان حتی در کابل با گذشت هر روز تنگتر می شود. حکومت دلیل تأخیر در رهایی 320 زندانی طالبان را رها نشدن کماندوها و پیلوتان افغان از سوی طالبان گفتند. طالبان اما میگویند که حکومت با گفتن چنین موضوعات میخواهد فراراه گفتگوهای بین الافغانی مانع ایجاد کند. ولی اینکه به کدام سو روان هستیم، کدام طرف میخواهد با آغاز گفتگوهای بین الافغانی مانع ایجاد کند، حکومت افغانستان یا طالبان، و بالاخره عواقب تأخیر در روند گفتگوهای بین الافغانی چه خواهد بود؟ من رازقیار هستم و مهمانانی که در این مورد با من در برنامه امشب بازنگاه بحث خواهند کرد آقایان حاجی جاوید عربزاده، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در استودیو حضور دارند. وایس ناصری، آگاه امور سیاسی، از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. و تا دقایق دیگر هم سید میثم کاظمی، آگاه امور سیاسی، در برنامه با ما خواهد پیوست. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. بس وکیل صاحب، تاسو سره پیلوم، فکر کوی د سولې په ډګر کې څه روان دي، ولې بالاخره دغه شته خنډونه له منځه نه وړل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته، بیا میلمنو ته، او بیا د افغانستان ټول ملت ته. راځي خیر صاحب، ګورئ چې موږ رئیس جمهور دغه 400 زندانیان چې کوم پاتې دي په دې باندې لویه جرګه یې وغوښته، او لویه مشورتي جرګه یې وغوښته، او په لویه جرګه کې دا فیصله وشوه چې دا زندانیان دې خوشي شي. او رئیس جمهور ویل چې دغه په 14 اگست کې باید چې حیات یا حیات مذاکره کنده دا تعین شي او لاړ شي قطر ته، او د طالبانو سره دې کښېني او خبرې د صلح خبرې دې وشي. خو اوس موږ ګورو تر اوسه پورې دغه حیات تر اوسه پورې تعین شوی نه ده، او موږ ګورو چې ایټالا او کانادایان څهیدای وکړه چې دې کې زمونږ څو سرتیری چې زمونږ دغې قتلونه چې دوی شریک دي او په هغه کې دغه بندیانې کښته. نو زه وایم چې نه، باید چې داسې موږ عادلانه او قضاوت وکړو چې دا ډېر یو غټه پروسه ده، او په دې پروسه کې چې افغانان تقریبا 40 کاله کېږي دې دغه حالت کې دوی قرباني ورکي، او د افغانستان خلک ټول که په خارج کې دي او که په داخل کې دي، ټول دوی صلح غواړي، او که رئیس جمهور ده او که ټول نه پوښتنه وکړي وایي صلح غواړو. نو اوس باید چې دغه پروسه که هر څوک یا مانع یا د دې ته خنډ جوړوي، نو باید چې دا د افغانستان ملت ته دا نه ده د منلو وړ نه ده. او باید چې موږ او تاسو هم دا قضاوت وکړو چې دغه 40 کلن جګړه چې په یو صلح ته اوس موږ د افغانستان خلک آرزو لري یا نږدې شوي یو، نو باید چې دې ته صلح ته داسې خنډ څوک ونه ګرځي. اوس خنډ څوک جوړوي دغه د خلکو نه ورکه ده؟ اوس موږ په طالبانو همدا غږ کوو چې که واقعا طالبان د دې خاورې وایي چې موږ صلح غواړو، او دغه 300 مثلا 4200 بندیان د دوی خوش شوي دي، او دغه 300 بندیان پرېږده چې یو سرنوشت معلوم شي. دغه که واقعا اوس موږ او تاسو ګورو روزانه 200-300 افغانان شهیدان ورکوو، تلفات ورکوو، نو اوس د طالبان هم په دې باید سوچ وکړي چې طالبان هم حداقل دا 4200 بندیان د دوی خوش شوي دي. په دا 300 پورې 300 بندیان باندې دونه دې په فشاري نه دي کوي. دلته د افغانستان ملت ته دې وګوري چې ټول دوی صلح غواړي، د دوی آرزو همدا ده. ولی د افغانستان ملت حکومت ته مویل چې خوشې کوي د 400 بندیان؟ خو اوس موږ تاسو ګورو راځي خیر صاحب، چې لویه جرګه په دې فیصله وکړه چې دا 300 بندیان دا 400 بندیان دې خوشې شي. خو اوس ګورو د دواړو خواته داسې خاص اراده دا دی، دا که حکومت د حکومت هم داسې د زور نه خبرې کوي، او که طالبان دي طالبان هم.
نو موږ په دواړو باندې غږ کوو چې راځئ خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ. د دې ملت سرنوشت دغه دوه ډلې سره دي چې یو حکومت ده او بل خواته طالب ده. نو اوس دوی دې په خپل ملت باندې د دوی رحم وکړي که دلته اوس موږ او تاسو شاهدان است کله چې دغه امریکایان طالبانو سره توافق وکړ نو تر اوسه پورې په دا پنځه میاشتو کې دوی تر اوسه پورې یو خارجي تلفات نه لري. او په دې پنځه میاشتو کې که موږ وګورو نو دواړه طرف ته هم اردو پولیس و هم د طالبانو خوا هم عام ملت نو تقریبا موږ ډیر تلفات ورکړی او باید په دې باندې دوی خپل صادقانه ګام پورته کړي. او که دولت ده زمونږ ګوري چې دلته هم ریاست مصالحه ده وزارت صلح ده دوی تر اوسه پورې دغه دوه یو ریاست او یو وزارت دوی تر اوسه پورې خپله کې دوی تشکیلات نه ده معلوم. نو موږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې د جدید د صلح دغه ته دوی باید جدي رفتار کورونه انشاءالله نور مورد حتمن تاسو ته ګرځو. دیدگاه شما چی است آقای ناصری؟ میبینین در هر مرحله یک مانع و حرف تازه پیدا میشه فرا راه گفتگوهای بین الافغانی. یک زمان می 400 تن جنایتکار گفته میشد از طرف حکومت افغانستان، میگفتند که نامهایشان در فهرست سیاست به اعدام محکوم هستند و 10 تا مورد دیگر را پیشکش میکرد. حال وقتی لویا جرگه را بهانه گرفتن، لویا جرگه تصمیم گرفت که رها شود. حال حکومت افغانستان میگه که کماندوها و پیلوتها را هر زمان رها کرد باز این آزاد میکنه ای زندانی ها را. با عرض سلام و ادب اظهار سپاس از دعوت شما آقای رازقیار عزیز، سلام به همکاران تکنیکی شما و میمانان گرامی برنامه و ملت شریف و بیننده های عزیز. ببینید مسئله جنگ و صلح افغانستان مسئله مختص به افغانان نیست، یک مسئله یک بود بسیار عمیق منطقوی و جهانی داره. ما شاهد حضور یک ابرقدرت در افغانستان هستیم، ابرقدرتی که بعد از 50 سال یا 60 سال بعد از جنگ ویتنام یک شکست دیگر در افغانستان به حساب احساس کرد و به تجربه نشست. امریکا در جنگ افغانستان شکست خورد و همین قضیه ویتنام در افغانستان عملی میکنه که میخواد خودش از افغانستان خارج شد و مثل که از ویتنام خارج شد و حکومتی را که در اونجا داشت سقوط کرد، از بین رفت، سایگون مخالفین گرفتند و ویتنام به یک کشور واحد تبدیل شد. متاسفانه سرنوشت افغانستان به همین حالت است. در جنگی که امروز جریان دارد امریکا پای خود کشیده و دولت تقلا میکنه که به هر شکلی که شود در قدرت باقی بمانه، موانع ایجاد میکنه، سنگ اندازی ها میکنه، بانه تراشی ها میکنه. لوی جرگه را خواستند که شما بیاین فیصله کنین. لوی جرگه وقت فیصله کرد، آقای غنی فورا با احساسات در اونجا گفت که شما فیصله کردین من امضا میکنم و فردایی رو امضا میکنم. و وقتی که امضا در هر روز حوالش همی بود که وقتی اگر شما توافق کنین و من امضا کنم، سه روز بعد از امضای توافقنامه رهایی از اینا آزادی زندانیا سه روز بعد مذاکرات آغاز میشه. ولی ما شاهد هستیم که حتی امی امضای رئیس جمهور هم در این کشور ارزش نداره. خودش امضا کرد و خودش امروز مانی میتراشه در صحبتی که با تلویزیون امریکا داشت و همچنان در صحبتی که با تایمز داشت. اونجا میگه که رایی زندانی های طور است که تمام جهان مواد مخدره میگیره، به سرک های شما، به خیابان های شما مواد مخدره میگه و من مسئولیت ندارم و اینا بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر هستند. در حالی که بلوی جرگه خودش تشویق کرد که 400 نفر اگر روا نکنین آماده جنگ باشین. درست. یعنی تهدید کرد. یعنی مشکل اصلی را شما در حکومت افغانستان میبینین. درست آقای ناصری؟ اگر پروسه صلح به نتیجه برسه، اگر مذاکرات به نتیجه برسه، اولین گام گذاشته شد باید حکومت افغانستان تغییر کنه. باید سردمداران و حاکمان امروز اینا از قدرت باید کنار برن، باید یک تشکیلات جدیدی ایجاد شود، توافقی باشه، طالب ها به هر شکلی که باشه داخل بدنی قدرت شوند، با این حکومت نمی سازن. پس آقای غنی چوکیش در خطر است و به این خاطر سنگ تراشی میکنه و سنگ اندازی میکنه. تشکر، حتما انشاءالله به شما برمیگردیم. وقفه کوتاه.
با ادامه برنامه خوش آمدین. سید میثم کاظمی آگاه امور سیاسی هم در برنامه با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای کاظمی. در مورد موانع فراراه آغاز گفتگوهای بین الافغانی پیش از اینکه شما بین صحبت کردیم، دید آقای عربزاده ای است که هر دو طرف مانع ایجاد میکنه، نه طالبا اراده صلح را داره و نه حکومت افغانستان، ولی آقای ناصری از راه دور از آلمان میگن که مشکل اصلی از حکومت افغانستان است، به حرفش استاد نیست و قدرت خود را رئیس جمهور در خطر میبینه وقتی اگر صلح شود در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان برنامه و بیننده خوبتان. تشکر. بخشش میخواهیم از اینکه مقدار دیرتر شد و سرکابیر بار است، کمی خودش هم نشان دهنده ضعف مدیریت در بعضی از برنامه‌های شاروالی و ریاست ترافیک ایناست. ما همیشه در صحبت ها گاهن سوال با سوال جواب میتیم. وقتی ما میگیم طالبا اراده نداره، ما باید بگیم که آیا تمام طالبا یک دسته هستن؟ بخش سیاسیشان، بخش نظامیشان، شورای کویته و بعضی از حلقاتی که در داخل افغانستان هستن به نام رهبری طالب ها و والی نامنهاد طالب ها در ولایت مختلف، همه اینها یک نظر هستند. یک سوال. سوال بعدی که یک چیز مشخص هست، رهبری ریاست جمهوری افغانستان 5 سال قبل حکومتشان به یک نحوی سپری شد و با مصارف بسیار گزاف و با لابی های داخلی و خارجی به کرسی ریاست جمهوری اینا مجددن رسیدن. مشخص است که به هیچ عنوان اینا نمیخواهد که این کرسی رو به این سادگی و از دست بده. میخواین که ادامه حکومتشان بوده باشه، ولی ما نباید یک طرفه قضاوت بکنیم. ما نباید یک بگیم که تمام مشکل فراروی این ماجرا حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان برای بقای خودشان میخواهد که برادرای خود و عزیزای خود و فرزندای خود در صفوف جنگ و کام مرگ روان بکنه به خاطر از اینکه بقای خودشان بوده باشه. من احساس میکنم پیش مردم هم اینمی پرف است. دقیقاً مثلا ببینین، لوی جرگه دعوت شد، رئیس جمهور گفت که پذیرفتن فیصله لوی جرگه یک مصلحت است، آمد فرمان را امضا کرد، ولی باز موانع ایجاد میکنه، اجازه نمیده که آزاد شد. این چی پیام را میده؟ خیلی جالب است که ما باید از طرف رهبری طالبم یک مقدار مطالعه بکنیم که آیا رهبری طالبم در طول مدتی که ما به گفتمان صلح از شاید از سالها پیش به این طرف بوده، در قولهای خود به مردم افغانستان اینا صادق بودن یا نبودن؟ بله، اونا پیش ما مسئول نیستن. مسئول کسی است که از مردم رای گرفته، از مردم مالیه میگیره. پیش ما مسئول نیست، ولی پیش خودشان و پیش وجدان خودشان باید مسئول بوده باشه که در گفتمان صلح، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، در رابطه با اوربند و امثالین ها اینا بعضی قولا رو دادن و گاهن به قول خود عمل کردن و گاهن به قول خود عمل نکردن. طالبا حرفشون خیلی واضحه. طالبا میگن بیاین آزاد بسازین این زندانی های ما را در ظرف یک هفته. ما آماده هستیم بشینیم به طرف به گفتگوهای بین الافغانی با طرف افغانی. واضح تر از این مثلا چی بگوین؟ چی بکنن؟ اگر پذیرفته شدن آزادی زندانیان طالب از ابتدا توسط حکومت افغانستان چراغ سبز نشان داده شده، از بین 5000 نفر کمتر و یا بیشتر 95% اینا را آزاد کرده و بالای از او 4-5% دیگه اینا ملاحظه داره، من احساس میکنم که این یک مشکلی را هم برای نظام افغانستان ایجاد میکنه، برای ملت افغانستان. ولی این قسم نشده. ببینید آقای کاظمی، چیزی که هم 6 ماه میشه از یک توافقنامه بین آمریکا و طالبان امضا شده، در طول همین 6 ماه شما دیدین ما هفته‌ای را داشتیم که خشونت ها به اوجش رسید. حکومت افغانستان گفت، خود رئیس جمهور میگه که تا 10000 سرباز افغانستان یا کشته شده یا زخمی شده. حالا همین سیستم آغاز گفتگوهای بین الافغانی هم واضح است، مردم هم میدونه که رئیس جمهور برش مانع ایجاد میکنه، چیزی که توافقنامه شده بین آمریکایی ها و طالبان. فکر نمیکنین که مسئول درجه یک اینا هستن؟ به خاطر که اینا مسئول هستن دیگه پیش مردم. مسئول درجه یک در تمام سوالات ملت افغانستان به قول شما و کارشناسان حقوقی افغانستان و دنیا حکومت افغانستان است. کاملا گپ شما واضح و دقیق و پذیرفتنی است. نظامی که توسط رأی ملت افغانستان به کرسی ششتن، تلفات زیادی در طول انتخابات دادن، هزینه های زیادی شده، واقعا باید پاسخگو بوده باشه. ولی در رابطه با 400 نفر کمتر و یا بیشتری که فعلا در بند هستند، ماجرای حق العبدی در میان می آید.
و همچنان ماجرای ای که اینا شهروندای خارجی هستند که خون ملت افغانستان ریختاندن، ولی این حرف که ای باید حکومت به مردم نمیگه آقای کاظمی. بله سر؟ این حرف رو حکومت به مردم نمیگه. حکومت باید ببینید، ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک تبعی از این کشور، این سوال رو از حکومت افغانستان میکنم که شما قول دادین که 5000 زندانی آزاد شود، شما لایجرگه مشورتی را برگزار کردین، هزینه های کم و بیش در اونجا شد و نتیجه بر ازی شد که با توسط مشوره مردم این ماجرا انجام شود. چرا تا به امروز اون مابقی آزاد نشده؟ امی سوال از ما هم است که شما پرسیدیم، ولی فکر میکنین آقای کاظمی آلمانی کی است؟ امیر میخوایم به ادامه گپ بیشتر بگم. سوالات می شهروند حکومت افغانستان باید جواب بده. اگر قناعت ما را گرفت، واقعا میگم که حکومت در ماجرای آزاد نکردن این تعداد زندانی حق داره. اگر قناعت ما را نگرفت، شما ما میتونیم قضاوت بکنیم درست. که حکومت پنهانکاری میکنه و میخواهد که دوام خود داشته باشه، نه جواب قانع کننده برای ملت افغانستان داره و نه جواب برای طالب ها. تشکر. عربزاده صاحب، بالاخره چه به کیگی کله چې اراده مثلا نسته په دې باور ټول دی چې مثلا یا ارګ نه غواړي سوله وسي یا په حداقل طالبان، بیا نو فکر کوي دا وس او توان یا په ارګ یا په طالبانو کې شته چې موږ د جګړې او نوي پړاو ته لاړ شو چې هغه کم تر کمه باید څلور یا پنځه کاله اوسي؟ ګورې رازق یار صاحب، زه باید چې دغه څه جامه کې چې څه حقیقت دغه باید چې ووایم. پرته له شک څلوېښت کاله کېږي چې موږ د جامع جهاني او د خارجیانو د لاسه قرباني ورکوي، افغانان قرباني ورکوي. کله چې اوس دغه زمینه برابر شوی او موږ کینو مثلا امریکا او پاکستان او ایران او روسیې ته کینو چې دوی به موږ صلح ته رسوي، دا به ډېر غلطه فکري او ډېر غلط تصمیم به وي. که واقعا دغه فعلاً چې هم دې خواته حکومت ده او هغې خواته طالب ده، زموږ په حکومت باندې چې ډېر اعتقاد په دې ده چې دوی ته موږ رایه ورکړی او خلک په رایه په ورځ باندې ډېر خلک قرباني ورکړی، زمنګ خواهش د حکومت نه دا ده چې راځه اوس وګورئ. رئیس جمهور هم وایي صلح غواړو، طالب هم وایي، د محبت الله هم وایي صلح غواړو، برادر هم وایي صلح غواړو، دلته عبدالله هم وایي صلح غواړو. د دغه دمه دغه افغانستان، دغه افغانستان کې دا قرباني چې ورکوي ملت ورکوي، دغه کوم خوانه اوس موږ نه ګورو. د دغه حکومت نه موږ تر اوسه پورې اقدام نه دی لیدلی. ما پیشتر میره په شپاړسم اګست کې دوی ویلې چې زمونږ حیات بزی مذاکرې ته، تاسو رسنۍ هستئ، تاسو لاړ شئ مستقیم ریاست مصالحې ته لاړ شئ او وزارت صلح ته لاړ شئ. دوی تر اوسه پورې دوی ته خپله دغه خپله تشکیلات نه ده جوړ کړی. اوس اول په حکومت باندې وایم چې څونه مشکلات لري، بیا راځم په طالب باندې. دلته حکومت دوی صرف دغه کوزیر ده او کوالی ده او رئیس جمهور ده، که د رئیس جمهور مثلا دغه مشاورین دي، دوی د خپل قدرت بقا لپاره کوي دا کارونه. که دلته افغانان د ورځې زر نفر هم تلفات ورکړي، دوی څه وایي؟ یعنی د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي، اصلي هدف هم دا ده که دوی واقعا وغواړي مثلا د امریکا د توافق نه پنځه میاشتې ووتلې، یو امریکایي تر اوسه پورې تلفات یا خارجي تر اوسه پورې نه لري. وخت دغه افغانان داسې شوي دي چې دغه وینه د افغانانو وینه بیخي ارزښت نه لري. آیا موږ روزانه شاهد استو؟ د خلکو نماینده یم، موږ ته به ټول معلوم ده. دوی اصلا په ملت باندې زړه نه سوځېږي. که وسوځېږي نو دا ډیر عادي خبره ده. زیاتر دوستان وایي چې دا مسله ډیر غټه ده، دا مسله دونه غټه نه ده. که واقعا یو متل ده وایي که چوب تخته به تخته جور بیایه، حاجت نجار نیست. اگر ما به این فکر باشه، ما بر ما ثابت شده که روسیه ما رو چقدر وقت تلفات افغانا دید، به گفت پاکستان و ایران ما چقدر تلفات دیدیم،
همیالی عملا با گفت جامعه جهانی و با گفت امریکا ما چقدر تلفات دادیم تا 20 سال ما یک احصایه بکنیم که ما چقدر تلفات دادیم جز افغانا. میاییم سر طالب. واقعا اگر تو طالب اجازه بدین یک وقفه میگیریم با سر طالبا صحبت بکنین وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. بفرمایین آقای عربزاده مشکل طالبا چی است؟ اگر واقعا طالبا میخواه که در افغانستان صلح بیه و گپ زور و زورگویی را نکنه و به خاطر وطن دل بسوزنن و به خاطر ملت دل بسوزنن 4700 بندی تلاش شده اعلان که به مردم افغانستان ثابت شوه که تو واقعا میخواهی که ما صلح میکنی صدا که ما تازین یک ماره دو ماره وقت شین غربن میکنم من نمیکنم جنگ اینه به خاطر حکومت نه به خاطر کمزوری من نه به خاطر ملت به خاطر مردم افغانستان استاش اعلان بکن که مردم واقعیت بفهمه خاردیشون رو میبینیم مشکلات هر دو طرف است و هی طرف زیادتر گله ما از حکومت است باید که هر چیز زودتر جز دیگه افغان ها ما شما شاهدش هستیم افغان ها دیگه حوصله قربانی رو دیگه ندارن ما شما شاهد هستیم که تو مادرار دیده در پیش خانهش که برده که بچه شهید شده همونجا مادر جای با جای صد کرده آیا دیگه باید این مردم خود رحم بکنیم نگذارین که دیگه این مردم ما قربانی سیاست های خارجی شود تشکر آقای ناصری خوب یک بس چقدر موافق قضیه هستین که افغان ها در امی وضعیت که حال ما شما با او روبرو هستیم قربانی سیاست خارجی هستند چیزی که آقای عربزاده میگه در کنار از این منطق طالبا را هم باید در موردش بحث بکنیم طالبا حاضر با آتش بس نیستن طالبا میگن ما به جنگ ادامه میتیم پیش از اینکه توافقنامه شو 5000 زندانی ما هم باید آزاد شو حکومت افغانستان را هم به رسمیت نمیشناسیم با همین منطق میشه ما به صلح برسیم اینکه ما قربانی سیاست های خارجی هستیم بله متاسفانه امریکا پیش از اینکه قطعنامه شورای امنیت صادر شود در اکتبر 2001 داخل جنگ افغانستان شد و نیروهای نظامی فرستاد و بعد از اینکه تمام به حساب نیروهایش داخل افغانستان یعنی عملیات شروع کرد زمینی و هوایی متاسفانه ما شاهد بودیم که به اساس یک فشار و زور و مو قلدری که در این حبر قدرت است در شورای امنیت دایر میشه و قطعنامه برای مجوز گرفته میشه برای مداخله امریکا در قضیه افغانستان که او در ماه نوامبر بود و کنفرانس بونز رقم زده شد و یعنی اول اشغال کردن بعد از او باز به حساب مجوز گرفتن مثل که روسا آمدن رئیس جمهور وقت از بین بردن و گفتن ما را دولت برحال و دولت قانونی افغانستان دعوت کرده و ببرک کارمل با خود آوردن در به حساب سر توپ تانک خود به هر صورت وقتی استعمار میخواه اشغال کنه برای خود یک دلیل رو میتراشه و بهانه میکنه ما متاسفانه افغانستان در 2001 مورد تجاوز قرار گرفت مورد هجوم قرار گرفت و کسانی که به حساب ادعا میکنن که دولت افغانستان به حساب یک دولت مشروع هست و خصوصا دولت آقای غنی را دوره دوم میشه و مشروعیت برش میبخشن در تلویزیون های مختلف دوستا کارشناسا میان و صحبت میکنن و میگه دولت به خاطر مشروعیت داره که انتخابات است و ملت افغانستان برش رای داده واقعا با هم تو قضاوت ها پیش وجدان خود و ملت افغانستان اینا سر خم کنن و ببینن که آیا همچون حرف درست است متاسفانه دولت های افغانستان مشروعیت آنگونه نداشته انتخابات در افغانستان همیش پورانی بوده مخصوصا انتخابات 2014 و 2019 درست پس با منطق طالبان هم موافق هستین شما طالب متاسفانه در میدان جنگ پیروز شد یک احبر قدرت بعد از 19 سال اعتراف کرد که ما در جنگ شکست خوردیم 18 ماه با می گروه مذاکره کرد و همین قضیه را که بیشتر به شما گفتم اگر شما جنگ ویتنام را مطالعه کنین امریکا 9 سال بعد از جنگ ویتنام میره با ویتکانگ ها در پاریس مذاکرات صلح و توافقنامه صلح امضا میکنه 1.5 سال بعد از این توافقنامه حکومتی را که در جنوب امریکا به حساب سپورت میکرد یا حمایت میکرد توسط ویتکانگ ها و ویتنام شمالی از بین میره و سایگون سقوط میکنه متاسفانه بعد از خروج نیروهای آمریکایی بعد از 9 ماه بعد ما متاسفانه بر عین سناریو مواجه هستیم که برای طالب ها چی بخواین چی نخواین چی به حساب
با هر نوع موافقه توافق سیاسی بخواه، متاسفانه امریکا میدان برشون باز مانده. 16 بار در این توافقنامه که امریکا امضا کرده با طالب ها از امارت اسلامی تذکر داده میشه، در بین قوس گفته میشه که ما امارت به رسمیت نمیشناسیم، ولی یک بار در این چهار صفحه یک بار از دولت جمهوری افغانستان یا امو دولتی را که خودشان در 2001 ایجاد کرد نام گرفته نمیشه، طرف مقابل گفته میشه. و بعدا در آخر پاراگراف میاد که دولت اسلامی بعد از توافق ما با او همکاری میکنیم. متاسفانه اعلامیه را که وزارت خارجه آمریکا بعد از لوی جرگه داد، آقای پامپیو همی بود که لوی جرگه را استقبال کرد و گفت که نتیجه از این مثبت است، 400 زندانی فورا باید آزاد شود. در همین توافقنامه، در همین مسوده‌ای که در لوی جرگه خود آقای غنی همین لوی جرگه ساختگی غیر قانونی غیر مشروع را که آورد سر ملت افغانستان تحمیل کرد، در ماده دومش رایی 400 زندانی به صورت عاجل و فوری گفته شده. چرا راه نمیشه؟ به خاطر از اینکه دولت وقت کمایی میخواه کنه و طالب در میدان جنگ منتظر انتخابات امریکا و خروج امریکا هست. هر زمانی که این مسئله محقق شود، امریکا در بوران عظیم قرار داره. شاید انتخاباتش با بوران بره، شاید آقای ترامپ قبول نکنه نتیجه انتخاباتش، شاید امریکا با این بوران، یعنی یک بوران سیاسی ایجاد شود که به ماها و سالها یک مسئله نزاع حقوقی در امریکا ایجاد شود. و این حالت است که آقای ترامپ همین دیشب در یکی از صحبت‌های خود گفت که ما از افغانستان خارج شدیم، یک تعداد قلیل از نیروهای ما مانده، 4000 نیروی ما مانده و ما او را در ماه های آینده خارج می‌سازیم. یعنی موضوع افغانستان قربانی انتخابات و بقای قدرت آقای ترامپ و حزب شاید شد. تشکر. ولی بدبختانه متاسفانه این دولت توجهی به این نمی‌کنه که وقتی که امریکا نیرویش واقعا مانند ویتنام را از افغانستان خارج بشه، سرنوشت افغانستان کابل چی میشه؟ چرا ما هم جور نمیم؟ امید دمی پیش از اینکه من با شما صحبت کنم در یک تلویزیون دیگه سخنگوی آقای دکتر عبدالله میگفت شورای عالی مصالحه در همین هفته اعلان میشه. 3 ماست که ملت افغانستان شاهد است و این تیمی را که انتخاب کرد آقای عبدالله در اون گروه، کلش چهره‌های تکراری، کلش چهره‌های سوخته و چهره‌های ناکام 20 سال گذشته هست. خانم زهرا نادری، آقای حاجی دین محمد و غیره و غیره، اینا در 20 سال چی کردن که باز بعد از شورای عالی مصالحه خدمت کنن؟ متاسفانه دولت فیدی در حالت ناکامی است. برمیگردیم موقعی که می چیز رک میگم، سوال یکی از شهروندان افغانستان است. مردم میگم این حکومت افغانستان نه اجازه میده که صلح شوه و نه هم مرد جنگ است میدان. مثلا من برتون مثال میگم، جنگ را ببینین به شکردره رسیده، بسیار جای شرم است که می حکومت میگه ما در شکردره عملیات تصفیهی داشتیم. یعنی طالب اوجه پایگاه داره، طالب از اوجه فعالیت میکنه، قطعه سرخ طالب ها اوجه آمده، باز از اوجه حکومت میگه که ما عملیات تصفیهی میکنیم. از او پیشتر برین وضعیت قره‌باغ را ببینین، وضعیت کلکان را ببینین، وضعیت چهاراسیا را ببینین، وضعیت ولسوالی های سروبی و اینا را ببینین، در اطراف شهر کابل چما وضعیت را. در داخل شهر میبینین در یک روز، در یک ساعت در پایتخت 3 تا انفجار میشه. نه امنیت مردم را گرفته میتونه و نه هم صلح اجازه میده که صلح شود این کشور. پس مردم چی کنه بالاخره؟ یک مثال بسیار سابقه است که میگن دنیا به امید خورده شده و ما امیدوار هستیم که یک روز برسه که از این مشکلات مردم افغانستان بیغمتر شود. بیغم خوب فکر میکنم نمیشن، بیغمتر شود. ببینین یک مقداری سوال شما برمیگرده بعد 18 سال پیش و 20 سال پیش. ما بارها و بارها در مصاحبه‌های مختلف خود گفتیم اگر زمامداران حکومت‌های افغانستان از سال 2001 به این طرف با مدیریت همه‌جانبه کمک‌های بین‌المللی که به میلیاردها دلار می‌رسید می‌توانستند که تقریبا زیربناهای اقتصادی کشور را به یک نحوی مدیریت بکنن و سر پای خود استاد بکنن، امروز دست حکومت افغانستان و دست مردم افغانستان به سمت کمک‌های بیرونی و به سمت خارجی‌ها دراز نمی بود. و حال که امروز دست افغانستان و نظام افغانستان به سمت خارج دراز است، همون خارج هم حکومت متاسفانه در امور حکومتی دخالت میکنه و هم در ماجرای جنگ و صلح دخالت میکنه. شما به این معنی نیست امروز مستشاران خارجی که ما در یک بعد از اونا تشکری میکنیم که در 20 سال گذشته در کنار مردم افغانستان بودن و در یک بعد دیگه ما اونا رو انتقاد میکنیم که
در در سکتورهای امنیتی وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت مشاورین خارجی وجود داره و اینا رقم بی خبر نیستن از این ماجرای ضعف حکومت افغانستان در رابطه با حملات منظم و نامنظم گروه‌های نظامی مخالف دولت. خارجی‌ها به یا میگن که طالبان بان این پایگاه بسازه در شکر دره. ببینین هنوز ماجرای ساختن پایگاه طالب ها در شکردره و کلکان و قره‌باغ اینا 100% معلوم نشده. وقت عملیات تصفیوی میشه حکومت میدان میکنه عملیات تصفیوی در کجا میشه؟ جایی که طالب ها حضور فیزیکی داشته باشن. حضور فیزیکی شون به معنای داشتن بیس و پایگاه گپا نیست. اینا از بلندی ها آمدن. تکمیل بکنین وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. خب درست است شاید وجه پایگاه نباشه ولی فعال هستن. در یک ساعت در کابل 3 تا انفجار میشه، در 5 کیلومتری یا 6 کیلومتری ارگ ریاست جمهوری. خود ارگ را آوان میزنن، خود ارگ ریاست جمهوری را. 5-6 نفر کارمندای تشریفات ارگ ریاست جمهوری گفته میشه جانشان از دست داده در میامان ها. این خود جلب شه بگیرن. ما باز ایران خارجی هم میگه که نه ما ببینین ما یک قوس اینجا باز میکنم. ما نباید تمام گناه ارق مصیبت ها را بالای خارجی ها بندازیم و نباید گناه تمام از این مصیبت ها را بالای حکومت افغانستان بندازیم. در پرنسیب مدیریت جنگ و صلح، هر مقداری که ما به سمت صلح پیش میریم، هر دو طرف منازعه با تمام توان میخواین قدرت خود نشان بدن. لذا در ماجرای مدیریت امنیتی شهری ولایت‌های مختلف، مراکز ولایت‌های مختلف، حکومت افغانستان به این معنا نیست که دست خود بالای دست خود گذاشته باشه و تماشا بکنه که با آوان به فرق از اینا بزنه و به فرق مردم بزنه. تلاش خود میکنن و من از حکومت افغانستان زورشان نمیرسه. عرض دارم من از حکومت افغانستان نه دفاع میکنم و نه انتقاد بدون مطالعه میکنم. اینها ما باز عرض دارم خدمتتان، شما آمار و ارقام از 10 سال پیش و 5 سال پیش از دهان بزرگای از کشور شنیدین، از دهان همه حکومت افغانستان شنیدین که در داخل مخالفین مسلح بالاتر از 20 حلقه و یا 20 گروه تروریستی و یا نظامی وجود داره. وقتی ما پیشتر براتون گفتیم، وقتی ما میگیم که طالب حملات، تمام این حملات و امثال از اینا منتسب به یک گروه طالب و امثال از اینا نیست، پس هر مقداری که ما با پایان مذاکرات صلح نزدیک میشیم که به نتیجه برسیم، توان نظامی و استخباراتی و شکستاندن امنیت در شهرها و در قلب ولایت ها توسط مخالفین مسلح یک چیز طبیعی است. ولی ما به مذاکره نظام افغانستان مثلا معلوم نیست سرنوشت این مذاکره، نتیجه معلوم نیست، ولی چارچوکات معلوم شده. چارچوکات معلوم شده. درست. پس ما در رابطه با وضعیت فعلی بد امنیتی که در کابل وجود داره، واقعا باید هم از حکومت ما سوال داشته باشیم و هم از بعضی از مستشارانی که در از بیرون با حکومت در سکتورهای امنیتی همکار هستن، از اونا هم سوال داشته باشیم و هم از رهبری طالب سوال داشته باشیم که اگر آقای سهیل شاهین و یا آقای ذبیح‌الله مجاهد و یا هر کسی که هست، اگر همی شکستاندن امنیت در کابل و در سایر ولایات به عهده میگیرن، واقعا اینا هم باید در به تعهدات خودشون برای ملت افغانستان پابند باشن. بله، مسئولیتش. غیر ابزاده، خوب فکر میکنین چی میشه بالاخره در این کشور؟ یک طرف قضیه، طرف دوم قضیه که شما هم پیش مردم افغانستان مسئول هستین. مردم به شما رای داده که در یک چنین وضعیت پرسانشان بکنین. وضعیت مردم را میبینین با گذشت هر روز بدتر میشه. خود رئیس جمهور میاد بشار با افتخار میگه که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. از طرف دیگه وضعیت امنیتشان را میبینین، سر یک موبایل که 5000 افغانی قیمت داره کسی میاد جانش را میگیره. از طرف دیگه گفتگوهای صلح را میبینین، او سرنوشتش معلوم نیست، با طالبان هر روز جانشان را میگیره. شما چی میکنین در مقابل؟ روزی خیر سبه یک چیز را میبینیم. اگر ما بار بار میگم و بازم تاکید میکنم که خارجی ها اگر آمده در وطن ما، اگر چی روزها بود، اگر امریکایی هست و یا پاکستانی ها بود و یا ایرانی ها، هیچ وقت این وطن ما در پالی ما، درست است در پالی یک گروه استاد شده و هم در مقابلش دیگر گروه پیدا شده و همیشه قربانی کی داده؟ ملت افغانستان و مردم افغانستان داده. و هیچ وقت هم ما به این باور نیستم که خارجی ها بخواید که در وطن ما آرامی دهند.
این یک چیز ما براتون میگم که هیچ وقت ما توقع را نداشته باشیم که خارجی ها میای بر ما یک چی میگن. کوشش ما ملت، ما میفهمیم که هر دو طرف شاید کسای مشاورین یا کسای در بالایشان باشه، هم طرف حکومت هم طرف او طرف. خب ما صدای ما میره میگیم که بی بلی از خدا، بلی از قرآن، بلی از مردم رحم بکنه. حالت مردم شما داخل مرکز نبینید، یک دفعه سفر بکنی با ولایات، با ولایت با ولسوالی ها و با ولسوالی ها به طرف های قریه، با شما حالت مردم افغانستان با درک میکنی وقت. و اینی کسایی که مثلا برای جمهور خو اصلا نیت یک چیزی برش یک گزارش همیته، اگه والیس و اگه مشاوری نیشه از کسایی هستن میگه خیر خیرت است، مردم هم خب نام خدا نانام داره، آرام هم هستن و یک گپ تق و توخ هست خلاص دیگه کدام گپی نیست. پیشتر شما گفتیم من خودم هم شخصا از ولسوالی شکردر هستم، در شکردر همین عملا طالبا در دره شکردر عملا طالبا هست، در قرباغ هست، از این منکر شده نمیتنیم، در غربند هست، در کپیس هست، یعنی امی 34 ولایت افغانستان ما به طالب نیست. حالا ببینیم ما جز صلح دیگه گزینه‌ای نداریم و باید که ما با هر قربانی که میشه تیار شده، اگر از ما وکالت میره، از دیگه وزارت میره، از دیگه معینیت میره، باید ما باید تیار شده به خاطر وطن خود، به خاطر ملت خود. این ملت ما ببینین باور به خدا کنی که نان نداره، به خاطر این ملت ما رو کرای داده، حال ما باید استاد شویم. درست است طالبه که هر چیز، ما چون با طالبه و معلومات هم نداریم، اون از طریق رسانه یگان گپی که میزنه و مویشه میشنوه. درست، ما زیاد سر زی حکمت خود صدا میکنیم استاد شویم و اگه به گفت خارجی ها بکنیم ما نمیرسیم به صلح. و اگر نه رایی که افغانستان از این بنبست میکشه و از این تبایی و کشتن و از این میکشه است، او صلح است. درست، و اگر صلح نکنیم، رازی خیار صاحب بر ما شما ثابت است در سال 1371 در کابل و در افغانستان چی تیر شده، ما ولسوالی در هر ولسوالی ما یک پاچایی بود. امی کابل که میبینید در اینجا ده رقم پاچایی بود. او تکرار میشه؟ ما فکر میکنم که بعضی کسایی که در راست هستن اینا خاطر رفت و این مردم باز کی قربانی خواهد داد؟ امی مردم، ملت قربانی، مردم فقیر افغانستان. بله، ما به سر کسایی که در است فعلا امی تقریبا بالاتر از 40 میلیون میلیون نفوس افغانستان است، کسایی که از یار نمایندگیش میکنن و در استشان است، اینا باید به ملت خود، ملت ببینه از هر کسی که پرسان کنی میگه صلح، ولی صلح به صلح اراده نیست. درست، اگر اراده می بود ما دی پنج ماه که امریکایا با امریکایا وقتی که توافق کرد ما تشفر. وقت حداقل امی پنج ماهی که تیر شده ما این پنج ماه اوربند خود داشته می بینیم، حداقل سر دیگه اگر چیز نداشته می بینیم این پنج ماه اوربند داشته می بینیم. تشکر، سپاسگزار. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای ناصری، بالاخره عواقب امی وقت کشی هایی که میشه از طرف حکومت افغانستان و موانعی را که طالبا ایجاد میکنه، فکر میکنین باز چی میشه؟ افغانستان حداقل باز به کدام سو میره؟ متاسفانه اوضاع افغانستان بسیار بورانی هست. ما یک بوران اعتماد داخل داریم میان سیاسیون افغانستان، اجماع ایجاد نشده، همه چیز به شکل زور است، به شکل فشار. اختار آقای خلیلزاد به این که ترور دکتر امین، دکتر عبدالباقی امین مانع برای صلح هست و برای مانع تراشی هست، نشان میده که ترورهای زنجیره‌ای که امروز در افغانستان است از بهادرس آقای غنی و هر کو اختار، و متاسفانه کسانی که به حساب برای صلح کار میکنن در کابل و در ساحات زیر حاکمیت حکومت مورد ترور قرار می گیرن. و این بسیار یک انکشاف منفی هست، انکشاف بسیار دردناک و تأثیربار است که واقعا امروز به خاطر حذف فیزیکی مخالفین سیاسی خود یک نظام، یک دولت
دست به ترور بزنه و حتی متحدینشان به حساب هم حامیان خارجیشان بفهمه که دولت برای بقای خود حتی ترور میکنه و کسایی را که به حساب مشخص علما، دانشمندا، منتقدین، ژورنالیستا و اینا را و ترورهای زنجیره‌ای در افغانستان جریان داره. بله. و این بزرگترین پدیده هست. مسئله از این که طالب ها به حساب وقت کشی میکنن، طبیعی است که امریکا در حالت فرار است. حالا امریکا بار بار میگه که ما وقتی ما پوره شوه، نو ما پوره شوه، ما از افغانستان میبریم. و متاسفانه بدبختانه آقای غنی هم در صحبتی که در با تلویزیون امریکا داشت میگفت که لوی جرگر سر ما امریکایی‌ها به حساب تحمیل کرد. وقتی که اینطور یک اعتراف رئیس جمهور میکنه که یک سنت تاریخی افغانستان بازیچه خاص امریکا میسازه و 300 میلیون افغانی را مصرف میکنه و در حدود 3000 انسان در ظرف دو روز جمع میکنه و یک پدیده و یک سنت تاریخی را به نام لوی جرگر تقلبی میاره و نتیجه از او را از وقت معلوم میباشه، ولی با وجود تمامی بازی های مسخره در آخر اعتراف میکنه که این بازی بازی من نیست و این فشار است که بر من میگن که 400 نفر رها کو. من میگم این بازی ها با سرنوشت ملت افغانستان است، با حاکمیت افغانستان است، با تمامی تحضی افغانستان است. بدبختانه ما آینده ای افغانستان، آینده ای سرنوشت مردم خود را و روزهای و هفته های بعدی را برای مردم افغانستان بسیار تاریک میبرم در تحت امی حاکمیت امی نظام و امی طور یک اختناق و یک فضای جوی که امروز در کابل حاکم است. متاسفانه بدبختانه بازنده از این بازی ها ملت افغانستان است. درست. اگر طالب بیایه یا طالب نبیایه، اگر آقای غنی در قدرت باشه، هر روز ما قربانی میتیم. امروز یک افسر نظامی ما و شما در کابل ترور شد. امروز چندین مسائل در خبرها شنیدیم که بحث، یعنی جنگ بیداد میکنه، بی امنیتی در افغانستان بیداد میکنه و شما با پشت پشتتان لمس میکنین آقای رازقی و عزیز و همکارانتان و ملت ما. متاسفانه این بازی بازی است که مردم افغانستان قربانی از این بازی های قدرت خواهان میشه. بله، و خیلی فشرده برای حل را هم بگوین، ولی اگر دولت نمیخواد صلح شود، طالبان مانع ایجاد میکنه، قربانی را مردم میده، همین مردم چی بکنه آقای ناصری؟ ببینین اکسل اول مردم در مقابل انتخابات متقلبگرایی که بعد دیشش آقای لوکاشنکو در مابین بلاروس انجام داد، یعنی میلیون ها انسان به خیابان ها برآمدند، حتی کارمندان دولت و بالاخره اون زیر فشار قرار گرفت. ملت افغانستان یک انسجام کار داره، یک حرکت کار داره، یک صدای خود باید بلند کنند. همین کسانی که من از زبان در یک حرف آخر از زبان یک کسی شنیدم که از گفت من در لوجرگه اشتراک کرده بودم، ولی این لوجرگی ساختگی بود. همه طور شخصیت ها واقعا ننگ تاریخ مردم افغانستان است که در یک جرگه اشتراک میکنه و در اخیرش میگه این جرگه ساختگی بود. همین حداقل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه اگر شما کجیره میبینین با دستتان اصلاح کنین، اگر با دست نمیتونین با زبانتان تبلیغ کنین، اگر با زبان نمیتونین با قلبتان ازش متنفر باشید. هم در لوی جرگه آقا اشتراک کرده و هم ادعا میکنه در یک رسانه که این لوی جرگه ساختگی بود. درست. آقای کاظمی، راه حل چی باید شود؟ رای حل ای است که ایالات متحده امریکا و همکاران بین المللی افغانستان در سال 2001 به هر دلیلی که وارد ای جغرافیا شدن برای آوردن صلح، دموکراسی، حقوق بشر و تمام مقوله‌های بین المللی که در سایر کشورها و به خصوص خود امریکا هست، به کمک دولت وقت افغانستان یا مو جبهه متحد شمال آمدن، جانفشانی کردن. خیلی جالب است، آمدن هم خود خارجی ها مصرف کردن، حالا ای که هر تحلیلگری میگه که مصرف از دیگه کشورها جمع کردن، من کار ندارم. خب نتیجه همین شد که میلیاردها دلار مصرف شد و هزاران نفر هم از خارجی ها در قالب آیسف وقت، ناتو و در رأسش امریکایی ها کشورهایی که در این قالب بودند برای آوردن مثلا صلح و دموکراسی در افغانستان قربانی دادن، میلیاردها دلار مصرف کردن که جلوی القاعده و تبدیل شدن افغانستان به محراق پرورش تروریسم و صادر شدن اونها به سایر کشورها گرفته شود. 19-20 سال از او زمان تا به امروز میگذره و اگر ایالات متحده امریکا، کشورهای همکار بین المللی افغانستان و حکومت افغانستان و مردم افغانستان باز برای رسیدن به بعضی از
ملاحظاتی که خودشان داره مجدداً بخواین که افغانستان و مردم افغانستان یک حالت دست قرار بتن تا به اهداف خودشان در داخل کشور خودشان برسن، افغانستان یک بار دیگه خدای نخواسته مجدداً محل تلاقی استخبارات، محل تلاقی حلقات بزرگ تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میشه و از همه افغانستان، هم مردم افغانستان فدا میشه و هم زمامداران حکومت فعلی افغانستان و بعدی افغانستان اونا هم فدا میشن و هم خارجی ها و امثال کسایی که افغانستان اعلام کردن منافع اونا به شدت به خطر میفته. اینه به خارجی آمریکایی ها طالبان تضمین کرده که دیگه از خاک افغانستان علیه اونا استفاده میشه و تا یک جایی طالبان به قولشان استادم هستن. طالبان را تضمین کرده. بله، ضرر را ما و شما میبینیم، ما چیکنیم با می طالبان جور بیاییم؟ ببینین ببین خیلی سوال مهمی است. وقتی ما میگیم طالب، خواهش میکنم، طالب واقعا اگر یک دست بوده باشه، اگر به تعهداتشان به امریکایی ها و انشاءالله بر ما افغان ها، خیلی جالب است که باید تعهدات به خود ملت افغانستان هم داده شود در مذاکرات صلح، اگر واقعا به تعهداتشان پایبند بوده باشن، ماجرا به سمت صلح و همدیگر پذیری بین طالب و حکومت افغانستان و مردم افغانستان پیش بره، انشاءالله ما طوری که بزرگوار گفتن یک مقدار آینده افغانستان بحرانی دیدن، انشاءالله ما خیلی بحرانی نمیبینم. بله، خیلی سپاسگزار. چی باید چه واقعی عرب زاده؟ چی برای کل مردم ما معلوم است که باید چی کرد و هر چیز را باید ترجابی کنیم که ما چطور میتونیم به صلح برسیم. صلح اگر در افغانستان قطع رجال نیست و مردم افغانستان صلح میخواهند، ما بارها صدا کردیم و حالم میگم، یعنی یک ده نفر، پانزده نفر دیگه هیچ کس نباشه از این استادای پانتونی کابل ما که روان کنن و صلاحیت بدن. واقعا اینا در جنگ افغانستان و متخصصین است. حالت افغانستان کاملا دقیق مطالعه داره. اگه می ده نفر رای کنه و صلاحیت بده، ما به این باور استم و اراده باشه، یعنی در ظرف اراده باشه، در ظرف یک ماه 20 روز ما میتونیم به یک نتیجه برسیم. اگر اراده نباشه، این 5 ماه میشه که از موافقه که با طالبان امریکایی ها که یعنی تا بالا سردرگم هستیم. اما تو سردرگم میمانیم. سردرگم میمانیم. 5000 زندانی رسایی که بیبی که چقدر. ابی اگه اعلام میشدم و یک دفعه اعلام میشد و میرفت و ما اراده داشتمی بودیم میشیشتیم و نیت طالبا رو ثابت میشه. با مردم افغانستان ثابت میشد که این مردم جنگ میخواه. میبینی که هر دو طرف مشکل هست. و باید که بایی ما سر دکتر سیف عبدالله صدا میکنیم، سر سیف جمهور رو صدا میکنیم که به بلی از خدا سرزی مردم افغانستان بخواهد. سپاسگزارم از حضور اردویتان در برنامه امشب بازنگاه. از آقای ناصری هم تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودند. از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.